حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. جیمز کلیورلی، وزیر خارجه انگلستان: من از خبر اعدام حبیب چپ، سوئدی ایرانی دو تابعیتی از سوی رژیم ایران ابراز انزجار می‌کنم. بریتانیا به شدت با مجازات اعدام مخالف است. ما از رژیم می‌خواهیم که همین الان همه اعدام‌ها را متوقف کند. ما به همکاری با سوئد و سایر شرکا برای حسابرسی از این رژیم ادامه خواهیم داد. مایک پومپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا. مایک پومپئو در کامنتی در مورد خبر نیویورک تایمز با عنوان ایران مشاغل را هدف قرار می‌دهد به منظور اینکه زنان را از سرپیچی از قانون حجاب باز بدارد، می‌نویسد مردم ایران اولین قربانیان رژیم ایران بودند. جیم هایمز، عضو مجلس نمایندگان آمریکا: با توجه به نقض وحشیانه حقوق مردم توسط ایران، من فکر می‌کنم که چشم‌انداز مذاکره از هر زمان دیگری دورتر است. دیدبان حقوق بشر سوریه: دیدبان حقوق بشر سوریه از همه بازیگران بین‌المللی می‌خواهد تا تلاش‌های خود را برای بیرون راندن ایران و نیروهای نیابتی آن از سوریه تشدید کنند و همه کسانی را که در کشتار و آواره کردن مردم سوریه کمک و یاری کردند به دست عدالت بسپارند. آن لینده، وزیر خارجه پیشین سوئد: حبیب چپ، ایرانی سوئدی، اعدام شد. من همچون توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه فعلی، از وزیر امور خارجه ایران خواستم که حکم اعدام را اجرا نکند. مجازات مرگ یک مجازات بی‌رحمانه و شنیع است که باید محکوم شود. مارک مونتگومری، دریاسالار بازنشسته آمریکا: ایران کشوری است که به روشنی هنجارهای بین‌المللی و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. بنابراین من در نحوه برخورد با آنها در مذاکرات دیگر بسیار سنجیده و صبور خواهم بود. اما برای این رویداد بسیار خاص، من به این دو روش نگاه می‌کنم. ابتدا باید با اجرای صحیح تحریم‌هایی که علیه آنها داریم و عقب نشینی نکردن پاسخ دهیم. و دوم، ما باید با افزایش نیروهای نظامی در منطقه پاسخ دهیم تا ترانزیت امن را فراهم کنیم.